بینندی نیمروز هستین، از اینکه با ما همراه هم کلام هستین جهان سپاس. سلام تقدیم بزن که امین اکنون با ما پیوستن و بینندی نیمروز شدن. امروز مهمان نهایت عزیز محترمی در این بخش از برنامه با خود داریم و پیرامون یک موضوع بسیار مهم سی صحبت میکنن. مهمان ما ناشناخته نیستن، یعنی کسی هستن که همیشه در برنامه نیمروز بودن، صحبت های بسیار خوبی داشتن، اما بنا به مصروفیت های زیاد در اواخر با گفته اصطلاح مردم عامیانه ما کم نما شدن، اما خوشبختانه که در برنامه امروز باز هم با ما همراه هم کلام هستند جناب محترم دکتر صاحب حسیب فرمولی، ما را همراهی میکنن و پیرامون جاهر صحبت هایی دارن. شما هم با ما همراه باشین، اگر پرسش دارین میتونین باز هم با ما در میان بگذارین. سه راه ارتباطی شما با مردم وجود داره: صفحه فیسبوک برنامه ما یعنی نیمروز، ایمیل آدرس آرینده نیمروز @orientelevision.com و شماره تماس 0700111555. قبل از اینکه به بحث بپردازیم، حضور مهمان در برنامه خوش آمدید میگم. جناب دکتر صاحب، خوش آمدید به برنامه نیمروز. خرسند هستم که در برنامه امروز حضور شما رو باز هم با خود داریم و از توصیه های مفید شما ما و همچنان بیننده های ما مستفید میشن. سلام عرض میکنم خدمت خودتون تاجان، دوستای عزیزی که امروز شما همکاری میکنن، همکارای عزیزتان، پاپرجان عزیز که بعد از زیاد وقتا دیدمش و دوستایی که برنامه را میبینن، یک سلام خاص برفی خدمت عزیزایی که امیل عزیز در خانه شیطان برنامه را میبینن. امروز سر جاغور گپ میزنیم، خدا کنه وقت مانه که کلش خلاص. حتما چلانه دکتر صاحب، ما کوشش میکنیم که وقت زیادتر را به شما اختصاص بدیم و دایرکتر برنامه ان شاء الله میشنون، ما بس میخیم تکمیل کنیم. بوال جان، خب هر صد وقت زای نمیسازیم، سراغ موضوع میریم. در رابطه اول جاغور چی است دکتر صاحب که همه بدانن، بعد از جز رایز جی به علایم نشانه ها و یکی چی باعث میشه که فرد مبتلا به چون بیماری شوه؟ اول یک غده در بدن ماست که در پیش روی شزن یا قسمت قدامی حنجره واقع است، اینه ما به نام دراقی هم میگیم. اینه می غده هست که برش کم کار شوه جاغور میشه، زیاد کار شوه برش ما میگیم تایر توکسیکوز است و یک تعداد امراض دیگر ایجاد میکنه. ام کمکاری ازی در افغانستان زیاد است، ام زیاد کارش. متاسفانه در مناطقی که نظر به تجربه شخصی خودم در شفاخانه دولتی، او قسمت از ولایات افغانستان که با مواد نمک نزدیک هستند، با سوا با زیادکاری غده گرفتار میشن. زیادکاری یعنی هورمون زیادتر افراز میشه، باز اعراض علائمش تشکیل میشه. در او قسمت از قسمت های کشور ما که نمک کم است یا آیودین کم است، باز کمکاریش ایجاد میشه. اردوی عزیز زیاد است، امروز سر کمکاریش کار میکنیم. این غده مسئولیتش کلان کلان مسئولیت ها داره، ما فقط سه وظیفه در بدن چی هست؟ یک تعداد هورمون ها افراز میکنه، وظیفش هورمون افراز کردن است. یکی از هورمون هایی که افراز میکنه به نام کلسیوتونین است، او باز در متابولیسم کلسیم رول عمده داره. یکی از هورمون های دیگه که افراز میکنه هم تی سی و تی 4 است که باز این مربوط خودی در کم میشه، که چیزی که امروز سر گپ میزنیم مربوط از اون میشه. کارای کلانی که میکنه مثلا نشنومو رو کنترل میکنه. یک طفلی که نشنومش از روز اول کمتر است یا خوب نشنومو نمیکنه، یکی از دلایلش میتونه کمبود خودی تایروید باشه. از جمله وظایف دیگهش متابولیسم بدن است. متابولیسم بدن را با مهیا ساختن اکسیژن میسر میسازه. مثلا زمانی که اکسیژن زیاد مصرف میشه یعنی متابولیسم فعالتر است، کمتر مصرف میشه یعنی متابولیسم کمتر فعال است و این وظیفش توسط از این غده تایروید کنترل میشه. باز خود از این غده تایروید تحت تاثیر مغز ماست، هورمونی که ایره کنترل میکنه تی اس اچ نام داره و از غده نخامی افراز میشه. باز هورمونی که پس تی اس اچ کنترل میکنه غده نخامی، او از هایپوتالاموس افراز میشه که ریلیزینگ هورمونایی هستن که مکمل سیستم بدن کنترل میکنه. خدا چقدر سخت است، اما وظایف این غده بسیار مهم است، مخصوصا در قسمت نشو نمای انسان نقش داره و اگر خدای نکرده مختل شود نشونمای ما هم با اختلال مواجه میشه. درسته دکتر صاحب؟ حال با چی حالا این خودش یک بیماری گفتم میتونیم میخوای خود از حال بیماری گفتن میتونیم یه اختلال است چگونه؟ خود از یک بیماری است. امی خدا که وقتی زیاد فعالیت کنه هم سبب یک مرض میشه که تایروتوکسیکوز و تا امراض شدیدتر، کمکاری هم که ایجاد کنه بازم باعث مرض میشه. یکی از کمکاریاش مثلا هایپوتایروئیدیسم با سمت بعض اوقات باعث پیشرفته که میشه هورمون تی اس اچ بلند میره، بازم تی اس اچ توسط خود غده که افراز نمیشه جاغر را ایجاد میکنه که بسیار زیاد است. دکتر صاحب با چی الان ظاهر میشه شخص چگونه بفهمه که مبتلا به این بیماری است؟ دورانهای مختلف فرق میکنه. مثلا وقتی که یک طفل تولد میشه، او غده تایرویدش خوب فعالیت نمیکنه، تی سی تی 4 خوب تولید نمیشه، او وقت مثلا طفل خوب گپ زدن نمیتونه، از خود زود رشد نمو نمیتونه، قدش پخش میمونه، اگه در نهایی سن 12 باشه نالایق تر میباشه، گوشنشین میشه، افسرده میشه، بی جرأت میباشه، درس خوب
یاد گرفته نمیتونه. معمولا پدر و مادر شکایت داره که طفلشان تنبل است، هیچ چیز را خوب یاد گرفته نمیتونه. از این خاطر در اعلان وزارت صحتم میشه گفته که نمک های آیودین دار بخورین. آیودین خودش باعث میشه که یک تریگر است، یعنی یکی از طریقه هایی است که یکی از منبع هایی است که باعث تولید از این هورمون ها میشه که باز زیاد هم شد باعث مشکل مرض میشه. دا کایلا فرق داره. بله دکتر صاحب میبخشین با مزرعه صحبت شما قطع کردم. گذشته از علائمی که شما گفتین که شو علائم شناخته شده نیست، ممکن است والدین اصلا توجه نکنن، مثلا دردی در قسمت نوی هیچ ایجاد نمیشه، درد نداره. علائمش مثلا پس رفته میشه، طفل رنگ زرد میشه، کم خون معلوم میشه، بعض اوقات مویای نوعی ابت آنه یا زورقل ناحیه عالی تناسلی خوب رشد نمونه میکنه. اگر دختر خانم نوجوان باشه مینورجیا برش پیدا میشه. یک پدر و مادر زود متوجه میشه. مثلا یک طفل که افسرده هست، پس رفته هست، اجتماع را ندیده، تا یک طفل که مریض هست فرق داره. مثلا پدر و مادری که امرای طفلشان کلان میکنن متوجه شدن، مثلا میفهمن که حال طفلش داخل اجتماع نیست، دوست نداره، رفیق نداره، وقتی که پس رفته است، این به این معنا نیست که این مریض است. یا در صورتی که ما خوب آیدین رو استفاده میکنیم یا نمک آیدین داره مصرف میکنیم و در این حال طفلای هستن که باز پدر میفهمه همه چیز مهیا است، دوستای زیاد داره، ولی هم نالایق است، نظر به برادرها و خواهرش نالایق است، نظر به چهار طرف همسایه ها پس مانده شده، رنگش زرد میشه، هر روز به اشتیا است، اشتیا نداره، با وجودی که اشتیا نداره چاق میشه، بس علتاش است. این زیاد وسیفتر باز به کایلان است. بله. یعنی کسی که از 12 بلند میشه یا از 18 بلند میشه زیاد برازی وسیفتر میشه. کسایی که چاق میشن بدون دلیل، نانم نمیخورم، میگه دکتر صاحب من اشتیا ندارم ولی بازم چاق است، رنگش زرد میزنه، خونش کم شده، که باز در کتاب مختلف انواع کم خونش مختلف گفتن، در ایسن گفتن مکروسایتیک میباشه، ای هم زود رنج میشه، اعصاب خراب میشه، افسرده میشه، گوشه نشین میشه، شخیه عضلات برش پیدا میشه، کرمپ های عضلات برش پیدا میشه، دوز داره میشه در گوشه از خانه بشینه، تاریکی رو دیگه دوز داره، یک چهره کاریکاتوری که میگیره چاق میشه، ولی در این حال با وجود که اشتیا نداره. بعض اوقات این قدر شدید میشه که یک تعداد چیزای ما به نام میکروپلیساکراید میگیم در جلد ذخیره میشه، باز شکل میکزودیم میگیره بیخی، یعنی جلد سخت و زمخت میشه، گرنگی زبان احساس میکنن، زبانشان کلان میشه، کم خوابی دارن، خوابشان خوب نیست، اپنیای انسدادی از طرف شب برشان ایجاد میشه. مثلا میشه که با نوع خور زدن پیش از یه باشه، یک دختر خانم است، یک پسر از زیاد خور میزنه، اصطلاح امونیا میگم که از این بفهمن، گوشایشان کم میشنه و از حتی بعض اوقات خودشان متوجه میشه که بیشیمه است، حرکات قلبی کمتر میشه، یعنی چربی خون بدون علت بلند میبره. اینا همشون به خاطر کمکاری خود تایرید. آله دکتر صاحب، وقتی که یه قضیه تایرید قدر میتونه مشکل ایجاد کنه نزد افراد و زندگی ما رو کاملا مختل بسازه، حال چی باعث میشه که ما به این کمکاری این قضیه مواجه شویم و دچار جنجال شویم؟ علت های مختلف داره. یکی از علتاش میتونه هرسی باشه، هیچ قضیه تایرید اصلا تولید نشه که ما برش اجینیسیوم میگیم، یا مثلا یک عملی جراحی است قضیه تایرید میکشن، یا شعاع میگیره قضیه تایرید بس مختل میشه، مشکل برش پیدا میشه، یا بعض اوقات خود سلف لیمیتد می باشه، خود غده تایراید را یک التهاب میگیره، بس نمیتونه که خوب تولید کنه. بعض اوقات منشأ در دست خودش نیست، بیشتره که تی اس اچ تیارچ گفتیم از غده هایپوتالاموس و غده نخامیه خوب هورمون افراز نمیشه، سر از یار تحریک نمیکنه، باسی هم افراز نمیکنه. بعض اوقات دیگه اصلا همه چیز خوب است، امی آدم نتونسته که خوب آیودین بگیره، منبع آیودینش کم از به صورت دوامدان آیودین دیفیشنسی یا کم بودیش باعث امی جاغر یا مشکلات کمکاری غده تایراید میشه. بعض اوقات دیگه همه چیز خوب است ولی اوتو انتیبادی ایجاد شده، یعنی یک تعداد عساکر در بدن ما فعال شده که در مقابل غد تایراید فعالیت میکنه، نمیمانه که غد تایراید فرق کنه، تولید کنه هورمون. یعنی علتهای فوق العاده کلان داره. باز وقتی که پیش دکتر اینو مراجعه میکنن، یک مریض با معایناتی که اجرا میشه باز مشخصا دکتر میفهمه که از کدام علت ایجاد شده. دکتر صاحب، این بیماری تداوی 100% یا 100% داره؟ یعنی با تداوی میشه که بیماری را علاج کنیم، یعنی که باید کنترل کنیم همیشه مثل بیماری چکر؟
تداوی 100% هم داره، دوا میگیره، یک مدت تحت کنترل دوا میباشه، دواش مختلف است. دوایی که دکتر ویلیامسون و اریسن برایش زیاد سرش تاکید کردن لیوتایرکسین است، از 25 مایکروگرم شروع میشه، هر هفته 25 مایکروگرم دکتر سرش اضافه میکنه، باز دکتر رو کنترل میکنه. هر وقت که متابولیسم بدن تحت کنترل آمد، همه او اختلالات زمیموی که امروی از ایجاد شده تحت کنترل آمد، مریض کاملا خوب میشه. ولی باز برش توصیه میشه که آیودین بخوره، چیزایی که نمک های آیودین داشت. بله، فقط دکتر دقیقاً ما اینو میخواستم بپرسم، فقط با خوردن نمک آیودین دا در رژیم غذایی خود اضافه کردنش میتونیم از بیماری وقایع کنیم، و یا اگر بیمار باشیم علاج کنیم، یا اینکه رژیم غذایی ما هم باید طور دیگری تغییر کنه؟ بیمار خب باید علاج کنه، دیگه جرامت نداریم. دکتر بازم کم میشه. ولی کسی که یعنی اگر میخوایم وقایع کنیم باید نمک آیودین استفاده کنیم، اگر میخوایم وقایع کنیم از ترکاری باب باید استفاده کنیم که او ترکاری باب آیودین و تمامی آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها، منرال ها را همراه خود داره. اگر میخوام وقایع کنیم، ولی وقتی که خواستیم تداوی کنیم مجبور هستیم پیش دکتر مراجعه کنیم. پیش دکتر که مراجعه کردیم، باز دکتر خودش توصیه میکنه که چی وقت از چی استفاده کو، تو آیا نیاز هست که زیاد از مواد غذایی آیودین استفاده کنی، چی وقت استفاده کنی و غیره. باز چیزا رو دکتر خودش تنظیم خواهد کرد. موضوع دکتری است که نمیخوایم در این برنامه بیان کنیم. دکتر صاحب، بعضی از بیمارا وقتی که یک نقصان میگیرن و فایده میکنه یا کم فایده میکنه، کوشش میکنن که زود دوباره قطع کنن، میگن جور شدن دیگه، اول قطع کردن و باز دوباره گرفتن دوز دوایی چقدر میتونه مریض رو قطع کنه؟ این موضوع فوق العاده امراض زیاد است. همین کسایی که جاهر دارن یا کمکاری خود تایرات دارن، با شروع کردن ادویه تغییرات بسیار خوب پیششان میاد، در کمترین مدت تاثیرات خوبی که آمد، مریض فکر میکنه دیگه حالا من خوب شدم. باز وقتی قطعش میکنه، مریض به گونه خفیه، یعنی پنهان میره به طرف انواع خطرناکش، که باز انواع خطرناکش میتونه عدم کفای قلب، اتشای قلبی، دیلوژن پارانوید و صدها مرض دیگر سبب شوه. انتانات ثانوی که به طرف میگذاریم کما میره و مریض هم میتونه جانش آمد رو بگیره. و این ای گب فوقلاده در مریض های تایراید زیاد است. برای مریض هایی که تایراید دارن توصیه میشه که اتا اگر اعراض علائمشان هم کنترل شد، خوب است تا وقتی که دکترشان برشان نگفته، تا وقتی که معاینات TSH، TC و T4 خدا نکردن، اصلا اجازه نیست که دوای خود قطع کنه. با امید از اینکه کسانی که بیننده برنامه ما هستن و خدای نکرده به کمکاری خود تایراید یا مو جاغور به اصطلاح عامیانه بگیم که مبتلا هستن، این نکات در نظر بگیرن تا خدای نکرده صحتشان خراب نشه. اگر کسانی که مبتلا هستن زودتر سراغ دکتر صاحب محترم برن تا که به تداوی آغاز کنن و تداویش هم متداومین بگذارن تا که صحتیاب شون و بعدا تحت نظر دکتر البته دارو خوردن بس بگوین. خب دکتر صاحب، در این بس موضوع مهمی که باقی مانده باشه از لابلای صحبت های من میشه که شما بیان کنیم؟ امروز بس خوب تکمیل کردیم، خلاص کردیم. ما کوشش میکنم کم کم سوال کنم از خاطر شد. برحال چیزای بسیار مهم همیشه گفتیم، اعراض علائم گفتیم، تداویش گفتیم، چی رقم تشخیص میشه گفتیم، چی رقم دوا خورده شوا گفتیم. اینا بعد از این، اگر پدر و مادری که فکر میکنه که طفلش کمکاری خود تایراید داره، حتی اگر یک حدس میزنین دیگه معاینه هیچ مشکل وجود نداره، میشه که برین یک معاینه کنین، پیش یک دکتر برین. ای که آینده طفلتان نجات پیدا کنه، ای که آینده خوبتر و درخشانتر داشته باشه، به مراتب با ارزشتر است نسبت به یک معاینه عادی که شما انجام میتونید پیش یک دکتری که میرین. و دختر خانما و پسرهایی که فکر میکنن افسرده هستن، بدون دلیل گوشنشین هستن، دیگه خوب کار نمیتونن، بطاعت پیدا کردن، یک دفعه برین خودت دکتر صاحب. دختر خانما و اکثر پسرها همیشه جگرخون و افسرده هستن، آلی چگونه تشخیص بدیم که این افسردگی به دیگه موضوع مرتبط هستی؟ این باز خود از اون نفر میفهم، اگر عاشق هست خوب باسید نیاز نیست. اگر عاشق نیست، اگر مشکلات دیگه نداره، باز فکر میکنه که بدون دلیل من جگرخون هستم، عروس چاقم میشم، ایچ اشتیام ندارم، باز یک دفعه من چیکش کنم؟ خب با امید که دکتر صاحب خوب بازی بیان کردن موضوع رو، ما میخواستم در لفافه صحبت کنم اما دکتر صاحب ساخته. خب به هر صورت آرزو میکنم شما مگر چون علائم در وجودتان میبینین و فکر میکنین که با این علائم علائمی که در وجودتان است که دکتر صاحب بیان کردن تطابق داره و همسان هستن، شما هم به زودترین فرصت نزد یک دکتر صاحب داخل مراجعه کنین تا که مشکل شما هم حل شوه. دکتر صاحب، به عنوان جنبندی در قسمت موضوع برنامه،
بازم از شما صحبت های خود داشتیم و ای که از نمک آیدیندار گفتین در چی حد و در چی دوز بگیم دیگه، دوز دوایی مثل دوز دوایی در چی قدر مصرف کنن تا که گفته شما مسئله نمک، مسئله نمک بسیار زیاد مهم است. متاسفانه یکی از علت هایی که فشار خون در آینده ها ایجاد میشه که او هم دو دلیل داره، یک نوش از نوع اولیش است که 95% واقعیت است که تداعی 100% نداره، بس مریض همیشه باید دوا بخوره. او یکی از علتاش اینه استفاده کردن نمک زیاد است. متاسفانه در کشور ما مردم زیاد نمک استفاده میکنه، زیادش هم خوب نیست، زیادش نه تنها فشار خون داینده میتونه که سبب شود تایر توکسیکوز ایجاد میکنه. تایر توکسیکوز یعنی اینمی پروسه‌ای که ما تشریح کردیم، حالا کمکار نیست، حالا زیاد کار است، حالا مریض اعصاب خراب است، دستاش میلرزد، چشمایش برامه و یک بعض اوقات خیلی پروکار است، فشارش بلند میره، بسی اعراض علائم تایروتوکسیکوز است که بیخی یک تداوی مختلف کار داره، یک بس مختلف است، این مشکلات ایجاد میکنه. یک زندگی نرمال، یک حد نرمال نمک یا چیزایی که آیدین داره همیشه بنفشان تمام میشه. من اصطلاح دارم میگم که تو اگر آدم اهوام زیاد شه آدم غرق میشه. هیچ چیز باید زیاد نشه، هر چیز باید تحت کنترل باشه، هر چیز باید به اندازه منظمش خورده شوه که نه زیاد شوه نه کم شوه. این رو مطمئنا خود عزیزا هر کدومش بهتر میفهمه که مده چی حد چی بخورم برش مشکل ایجاد نشه و چقدر امروز راحت خواد بودم. آها، با امید از اینکه شما علی قدر آیدین نخورین که خدای نکرده باز به زیاد کاری خدای تایروید مواجه نشین و وقت اگر علائم میره که درو گفتن دکتر سر فکر کنم از کمکاری کرده از بدتر است. او تایر توکسیکوز بله، او هم خیلی مرض جدی هست. مرض در یکی از برنامه های نیمه روز باز همین موضوعات خاط گرفتیم، این موضوع رو با دکتر سیف و پیرامون نظام صحبت خاط داشتیم. دکتر سیف اگر صحبت پایینی داشته باشین بازم کمری برنامه ما در خدمت شماست. پس از آن بخش بعدی خاط بود. صحبت آخریم خداحافظی خواهد بود. وقت خوش بر شما میخوایم. خدا کنه که روزای برفی را خوب ازش مستفید شما، خوب لذت ببرن. مطمئن من خود لذت میبرم، خدا کنه دوستان لذت ببرن. تشکر دکتر سیف که در این روزه سرد زمستانی برنامه ما را با صحبتهای مفیدتان گرم ساختین. تشکر از حضورتان در برنامه. بیننده نهایت عزیز تشکر از اینکه شما هم تا این دم با ما همراه هستین. یک بار دیگه هم سلام تقدیم میکنم به عزیزان کمین اکل ما پیوستن بیننده نیمه روز شدن. در حال حاضر با هم میریم یک وقفه میگیریم، پس از وقفه باز هم با شما همراه هم کلام خواهد بودیم و همکار ما گیتا جان مهمان دارن. تشکر از اینکه برنامه ما را تماشا کردید. اگر میخواین برنامه قبلی را تماشا نمایید اینجا را کلیک کنید و اگر میخواید برنامه بعدی را ببینید اینجا را کلیک نمایید و اگر میخواید به چینل یوتیوب ما بپیوندید اینجا را کلیک نمایید.